ملت ایران در این آزمون درخشید، خوش درخشید. اولا اوج این افتخار ملی متعلق است به مجموعه درمانی کشور، چه پزشکان، چه پرستاران، چه متخصصین علوم آزمایشگاهی، چه رادیولوژی، چه بهورزان خانه‌های بهداشت، چه بخش‌های خدمات، چه بخش‌های تحقیقات، مدیریت‌هایی که در این زمینه فعالند. این اوج افتخار متعلق به اینهاست. اینها جان خودشون رو و سلامت خودشون رو در خدمت مردم قرار دادن و این یک خاطره خوشی از دستگاه و مجموعه های درمانی کشور در ذهن این ملت خواهد موند. در ذهن این ملت خواهد موند. میدونی شما که مریض نیستی عزیز، یه تیمم کن، نماز بخون، پام دعا کن. در کنار اینها داوطلبان، اون کسانی که جزء مجموعه های درمانی هم نبودن اما داوطلبانه آمدن وارد این میدان شدند، طلاب جهادی، دانشجویان جهادی، هزاران بسیجی پرتلاش، هزاران بسیجی در بخش های مختلف کشور و آحاد مردم، خدمات با ارزشی که واقعا از توصیف بالاتر است اینها ارائه کردن که انسان رو حقیقتا خوشحال میکنه. در کنار اینها نیروهای مسلح، انصافاً نیروهای مسلح از همه توان سازندگی خود به ابتکار خود استفاده کردن، حتی در زمینه علمی، حتی در زمینه مسائل کشفیات و ساخت و ساز و تولید امکانات بهداشتی و درمانی، از بیمارستان ها تا نقاهتگاه ها تا بقیه وسائلی که در اختیار نیروهای مسلح بود، بهترین بخش های خود را در خدمت این کار گذاشتند. این مهمه که توجه کنیم اینها نشانه عمق فرهنگ اسلامی و رسوخ فرهنگ اسلامی در مردم ماست، در دل مردم ماست. متقابلا فرهنگ و تمدن غربی هم محصول خودش رو نشان دادن، محصول تربیت خود رو غرب نشان دادن، محصول تربیت خود رو غرب. این که یک دولتی ماست که متعلق به یک دولت دیگر رو، دستکش متعلق به یک دولت دیگر رو سر راه مصادره کنه و به طرف خودش ببره، یا مردم هر روز در ظرف مدت کوتاهی، در ظرف یک ساعت یا دو ساعت فروشگاه رو تخلیه کنن، هرس بزنن برای خرید بیشتر که برن یخچال ها و فریزر های خانه خودشون رو پر کنن و دکان ها خالی بشه، یا کسانی برای چند دستمال توالت به جان هم بیفتن، یا کسانی برای خرید اسلحه صف بکشن، یا اولویت برای بیمارها قائل بشن، بیمار پیر رو معالجه نکنه. بعضی ها خودکشی کردن از ترس کرونا، از ترس مرگ خودکشی کردن. اینها رفتارهایی است که برخی از ملت‌های غربی از خودشون نشون دادن. این البته نتیجه منطقی و طبیعی فلسفه حاکم بر تمدن غربی است، فلسفه فردگرایی، فلسفه مادیگری، فلسفه های غالباً بی خدایی. یکی از سناتورهای غربی همین چند روز گفته بود که غرب وحشی زنده شد. این حرف اوناست، یعنی این نماد زنده شدن غرب وحشی. بعضی ها تلاش کردند که فرهنگ ایرانی رو تحقیر کنن، فرهنگ اسلامی ایرانی رو تحقیر کنن، برای اینکه مردم رو متوجه فرهنگ غربی و سبک زندگی غربی بکنن. ملت ایران در این آزمون درخشید، خوش درخشید.